فصل چهارم. آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: اگر تو پسر خدا هستی، بگو این سنگ‌ها نان بشود. عیسی در جواب گفت: کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده، بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی جواب داد: کتاب مقدس همچنین می‌فرماید: خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی بازداشت شده است، به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناحوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می‌فرماید: زبولون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر میبرند، نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند، نوری خواهد درخشید. عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشتند، به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خوان و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می آوردن و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت کثیر نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.